لیلا سعادتی همکارم از لندن با ماست. لیلا، امروز چه گذشته در شهرهای مختلف ایران؟ تصاویری که داریم و به دست ما رسیده، خودت هم تو خبر رو گفتی، چقدر جو ملتهبی هست واقعا در شهرهای مختلف. خانواده‌ها نگران، عصبانی، بچه‌ها، دانش آموزا بیمار، مسموم شده، نگران، مضطرب، استرس. و واقعا همچه خودت هم گفتی نسبت به دیروز که ما اینجا صحبت میکردیم، میگفتیم چقدر گسترده است و خیلی از شهرهای ایران مدارسشون تحت حمله شیمیایی قرار گرفتن، امروز بیشتر شده و شدیدتر هم بوده. یعنی شهرهایی که مثلا در دیروز ما نداشتیم یا هفته پیش هم نداشتیم، امروز شهرهای جدیدتری اضافه شده به این حمله های شیمیایی، مثل مثلا کاشمر، ابهر، اسفراین، گومد کابوس. اینا شهرهایی بوده که اضافه شدن، یعنی مدارس اینجا هم پسران هم دختران مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن. اما فردا طبق آخرین اطلاعاتی که ما داریم، هر روز یعنی هر ساعت در واقع به روز رسانی میکنیم، تصاویری که به دست ما میرسه و همچنین با اطلاعات خود رسانه داخل ایران هم منطبق کنیم و به روز رسانی میکنیم، میتونیم بگیم که تا الان دست کم 65 مدرسه در شهرهای مختلف ایران هم پسران هم دختران مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن. اما خوزستان امروز خیلی روز سختی رو گذرونده. شهرهای مختلف خوزستان مثل باز، مثل رام‌هرمز، سربندر، میشه گفتش که تقریبا بیش از 90%، یعنی خود مسئولان خوزستان استان هم میگن بیش از 90% مدارس این استان در شهرهای مختلف مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن. و حتی در رام‌هرمز میشه گفت همه مدارس، چیزی که خودشون گفتن، همه مدارس دختران حمله شیمیایی مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن. خودم تو تصویر داشتی گفتی که خانواده بردن بچه‌هاشون رو به بیمارستان مادر و چه جو ملتهبی بود و یعنی نگران بچه‌هاشون هم هستن. آماری هم که از خوزستان تا این لحظه رسیده این هستش که بیش از 700 تا دانش آموز در استان خوزستان فقط مسموم شدن و به مراکز درمانی رفتن. اردبیل هم همچنین، یعنی همزمان در اردبیل چندین مدرسه در یه ساعت مشخص همزمان در واقع مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن، بچه‌هاشون، دانش آموزا، و به بیمارستان امام، یکی از بیمارستان‌هاش که امام هست، اون اطراف برده شدن و بیمارستان امام هم اصلا جا نداره، چون همه در واقع بچه‌هایی که مسموم شدن از این مدارس به اونجا انتقال داده شدن. اما موضوع این هستش که امروز فرد خانواده ها صبح نمیدونستن اصلا بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا نفرستن. اطلاعاتی هم که به ما رسیده، خیلی از خانواده هم تماس داشتن و گفتن که اصلا ما نذاشتیم بچه هامون برن به مدرسه. حتی اگه مثلا پیامکی از طرف مدیران مدرسه به ما اومده که بچه هاتون حتما باید بیان به مدرسه، ما گفتیم که نه، ما نگران جون فرزندانمون هستیم، به ویژه بچه هایی که گفتن ما بچه ها مثلا آسم دارن یا بیماری تنفسی خاصی دارن، ما نگران هستیم چون تشدید پیدا میکنه و ما میدونیم که همچنان هم تعدادی از بچه‌ها به ویژه از دیروز و همچنین هفته گذشته حالشون بدتر شده و از مراکز درمانی حتی مرخص نشدن و بعضی‌هاشون در آی سی یو بستری هستن. یعنی اینی که مثلا جمهوری اسلامی مدام دارن کوچک میکنن عوارض این مسمومیت‌ها رو، ما می‌بینیم که تعدادی از بچه‌ها همچنان در بیمارستان بستری هستن. فرد و اون تعداد خانواده‌هایی هم که اعتراض کردن، دیدیم در بعضی موارد واکنش‌ها بسیار تند بوده، ضرب و شتم بوده، گاز اشک‌آور بوده، اقدامات مشابه دیگه. دقیقاً، یعنی هم خانواده که امروز مثلا در نارمک دیدم خانواده‌هایی رفته بودن جلوی یکی از مدارس که بچه‌هاشون رو از اونجا بیارن بیرون، اونجا هم مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بود، با هم با مسئولان مدرسه درگیر بودن و همین که ماموران لباس شخصی می‌گفتن اونجا خیلی پرسه می‌زدن و به اونا حمله کرده بودن. یعنی من تصویر داشتم می‌دیدم که والدین رو کتک زده بودن و یک مادری مدام داد می‌زد که اگه ما شما رو نخوام بعد چیکار بکنم، چرا منو کتک می‌زنی؟ یعنی منی که نگران بچه‌ام هستن بعد کتک بخورن. و علاوه مثلا در تهران هم تصاویر اومده که چندین والدین رو در بازداشت کردن، در شهرهای مختلف همجور خود گفتی در گیلان گاز اشک‌آور زدن والدین رو در واقع ضرب و شتم قرار دادن. و همچنین در بیمارستان رام‌هرمز هم دیدیم مادر رام‌هرمز، یعنی به جای اینکه مسئولان یک فکری برای آرام کردن والدین بکنن، اونا نگران هستن، اونا رو با گاز اشک‌آور، با کتک و باتون در واقع کتک میزنن و مورد ضرب و شتم قرار میدن. اما البته موضوع این هستش که علاوه بر حال ماموران در واقع حکومت، موضوع خانواده‌ها با مسئولان مدارس هم درگیر هستن. مثلا در لاهیجان خبر با ما رسیده که
بچه‌هام که مسموم شده بودن می‌خواستیم از مدرسه بیاریم بیرون اصلا ببریم اورژانس، مسئولان مدارس نمی‌ذاشتن با توجه به اینکه حالا وزیر آموزش پرورش امروز اومده عذرخواهی کرده از خانواده‌ها و به مسئولان مدارس هم گفته که آسانگیری بکنن در مورد این موضوع، ولی می‌بینیم که درگیر هستن این خانواده‌ها، مجبور هستن که با مدیران و مسئولان مدارس هم درگیر بشن که فقط بتونن بچه‌هاشون رو بیارن. ببینیم عجیب هستش که چرا اصلا نمی‌ذارن بچه‌ها بیان بیرون. علاوه بر این مثلا در شیراز هم همین اتفاق افتاده بود، خانواده امروز درگیر بودن تو مدرسه مرتضی علوی شیراز با مسئولان مدارس و نمیذاشتن اصلا بچه‌هاشون بیان بیرون ببرن اورژانس، یا اصلا به اورژانس اطلاع نمیداد. ممنونم از تو لیلا سعادتی همکارم از لندن.